تو مهمان منی امشب و هر شب، که از عشقت منم در تاب و در تب. یگان اختر روزم تو هستی، که بخشیدی به من شادی و مستی. پر از زیبایی و عشق و سروری، زلال چشمه ها آوای رودی. حضورت کینه ها رو از دلم برد، صفا و نور بخشید غم دیگه مرد. منو نو کردی با عشق و محبت، گناهم پاک گشت با فیض و رحمت. چقدر شاکر چقدر سپاسگزارم، مسیحم عشق من که تو رو دارم. درود بر شما عزیزان، سروران گرامی، و سپاسگزاری از خداوند که دوباره به من لحظه ای رو داد که با هم در کنار هم باشیم و بتونیم اعلام کنیم که خداوند زنده در کنار ماست. عیسی مسیح در هر لحظه یار و یاور ماست. عزیزان، امروز میخوام از خدا تمامی شادی ها، برکت ها و سلامتی و آرامش در وجودتون، در قلبتون، در خونتون حکم فرمایی کنه. شکر میکنم برای خدایی که ما رو تنها نمیذاره و همیشه یاور ماست. میخوام در شروع برنامه با یه سرود بریم جلو که مطمئن هستم انرژی دارین، چون روز رو چشماتون رو با یاد خدا و با نام خدا باز میکنید و خداوند اون انرژی و قوت رو برای تمامی روز به ما میده. ولی میخوام با این سرود زیبا انرژی مضاعف پیدا کنیم. پس بریم و ببینیم و برکت بگیریم. آمدی ای مه پر فروغ جان، آمدی جان ها ز خواب بیدار شد، آمدی و درد ما درمان شد. در نگاه بشر،
آمدی ای مه پر فروغ جان، آمدی جان ها ز خواب بیدار شد، آمدی و درد ما درمان شد. وقتی از ته دل بخندی، وقتی سپاسگزار آنچه هستی باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، آن زمان است که واقعا زندگی میکنی. اگه غیر از این باشه، لحظه ها رو به خودت تلخ کردی عزیز من. ما به عنوان مسافر تو این دنیا میایم و خداوند وعده نکرده که آسمان همیشه آبی باشه، که راه زندگی تا پایان گل و ریحان و سنبل باشه. خداوند وعده نکرده آفتاب بدون بارون، شادی بدون غم و آسایش بدون رنج رو، ولی وعده کرده که هر روز نیرو میبخشه به ما. با هر سختی آسانی میاد. در راه زندگی چراغ هدایت ما میشه، نور میشه در تاریکی های من. بلاها و مشکلاتی رو که میاد با حضورش با لطافت میآمیزه و از آسمان یاری میفرسته تا بتونیم ما این لحظات رو بگذرونیم با شفقتی فوق‌العاده، با محبتی بی‌دریغ، با عشقی بیکرانه، و ایمان داشته باشیم در تمامی لحظات خداوند کنار ماست. هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بی‌باک‌تر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. پس بیایم اراده خداوند رو بخوایم، بیایم به خداوند توکل کنیم، به او اعتماد کنیم. چون مطمئن باش اگه این کار رو بکنیم، امروز یک گام از روز قبل جلوتر هستیم. چرا؟ چون آغاز زندگیمون با خداونده. چون اون موقع کلام خداوند در یوحنا 3:16 معنا پیدا میکنه برای زندگیمون، و ایمان پیدا می کنیم که اینکه خداوند آنقدر جهان رو محبت کرد که یگانه خودش رو داد تا هر که بر او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه حیات جاودان پیدا کنه. و مطمئن میشیم به اینکه خداوند چقدر عاشقانه ما رو دوست داره و قلبمون لبریز از عشق و محبتی میشه که خدا به ما داده، چون در قلبمون رو به سمت او باز کردیم. خداوند، به عشق توست که تمامی قلبم رو به سویت باز می کنم تا نور و آرامش و رحمت تو رو دریافت کنم. اون موقع هستش که می فهمیم راز زندگی در چیه. راز زندگی به اینه که به خدا توکل کنی و همه توان خودت رو به کار بگیری و همه چیز رو به او واگذار کنی. و اگه این کارو بکنی، میدونی چیه؟ میشه همون دعای ربانی که عیسی مسیح یاد داد. در متی 6:9-15 میبینیم که میگه ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف روزانه ما رو بده، قرض های ما رو ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. وقتی که اینطور بشه، وقتی که توکلمون فقط خداوند باشه، پس میتونیم اعلام بکنیم که امروز در دنیای من خورشید تابناکی میتابه که تمام لحظه هام رو پر نور میکنه و من از این گرمی و نور و زیبایی هایی که خداوند آفریده و به من فرصت دیدن داده لذت میبرم و میتونم با تمام قلبم بگم خداوند و شکرت، چون ایمان دارم زمانبندی خداوند بی نظیره، هیچ وقت دیر نمیکنه، همیشه آن تایمه. فقط ایمانی میخواد استوار و صبر میخواد عزیزان، صبر میخواد که ارزش دریافت بهترین های خداوند رو اون موقع بهت میده. وقتی که
تایم خداوند رو توش صبر میکنی، مطمئن باش بهترینی رو که خداوند برامون میخواد دریافت میکنیم. عزیزان من، یه پیشنهاد براتون دارم. بعد از صحبت کردن با یه تعداد از شما عزیزان و شنیدن درد دلاتون، بیاین کسی رو برای دوست داشتن انتخاب کنین توی زندگیتون، برای نیمه راه بعدی زندگیتون و شاید بیشتر عمر بقیه که مونده، که اونقدر قلبش بزرگ باشه، وسیع باشه مثل خداوند، که مجبور نشی به خاطر اینکه وارد قلبش بشی بارها و بارها خودتو کوچیک کنی. میبینی که عشق خداوند بزرگت میکنه، عشق خداوند قلبتو وسعت میده برای عشق و محبتی بیشتر. پس توی زندگی خداوند رو و کارهاش رو و کلامش رو بیایم ملاک بکنیم. خداوند رو بهترین درس ها رو در زمان سختی ها آموختم که صبور بودن خودش یک ایمانه. یاد گرفتم خیشتنداری نیز یه نوع عبادته. فهمیدم ناکامی فقط و فقط به معنای تأخیره، نه به معنای شکست. فهمیدم جز تو نمیشه به هیچ کس دیگه امید داشت. پس هر روز مزمور 23 رو برای خودم تکرار میکنم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا میخواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی هراسی ندارم، نمی‌ترسم، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی توست که مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من در حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسه ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. اون موقع است که وجودت لبریز میشه از آرامش و باعث میشه که لبخند به لبت بیاد، و همینطور وقتی میخندی آرامش رو به خودت دعوت میکنی. اگه بتونی بخندی و بخندونی، آموخته ای که چطور میتونی نیایش کنی، چون خداوند میخواد که همیشه شاد باشی. هنگامی که هر سلول بدنت میخنده، هر بافت وجودت از شادی لبریزه، اون موقع آرامشی بزرگ تمامی وجودت رو میگیره. آرامشی که نشون میده انقدر اعتماد و توکلت به خداوند زیاده که تمامی وجودت در حال خندیدنه. و کسی میتونه با تمام وجود بخنده که در تمامی مراحل زندگی، حتی کوتاه‌ترین لحظه رو نیز از دست نمیده برای عشق و محبتی بیشتر، برای گفتن دوست دارم. و مطمئن باشید که این دوست دارم ها همیشه با همون لبخند اولیه شروع میشه. داستانی رو میخوام براتون بگم که حدود 18-19 سال قبل، زمانی که در یونان بودم، از کشیش عزیزی که خیلی دوستش دارم شنیدم. داستان عقابی که در طول زندگیش مجبور دوتا تصمیم بگیره، در نیمه های زندگی یا بمیره یا اینکه دوباره متولد بشه. میدونین که عقاب حدوداً ممکنه 70 سال زندگی کنه، ولی توی 40 سال اول یواش یواش وقتی که سنش به اون حد میرسه، دیگه اون حالت گیر تیز بودن قبل رو نداره، چنگالهاش بلند میشه، انعطاف گرفتن تومه رو دیگه نداره، نوک تیزش دیگه کند شده، خمیده شده، شاه بالاش دیگه کهنه شده و بر اثر کلفتی یه مقدار به سینش چسبیده و نمیتونه خوب پرواز کنه. اون موقع است که عقاب میاد راه دوم رو انتخاب میکنه، میره بالای قله خیلی بلند، نوک خودش رو اونقدر به صخره میکوبه تا کنده بشه و منتظر میشه تا نوک جدیدش در بیاد. با نوک جدیدش دونه دونه چنگالاشو از جا میکنه
و بعد شروع میکنه به کندن پرهاش. این روزهای دردناک حدود 5 ماه 150 روز طول میکشه، ولی این درد رو تحمل میکنه و بعد از 150 روز انگار تمام برگ پرها که وقتی در اومد، پنجه ها که درست شد، نوکش که دوباره نو شد، یک عقابی نو هست برای خودش، انگار دوباره متولد شده و میتونه 30 سال دیگه زندگی کنه. ما رو یاد چی میندازه؟ مثل زمانی که نیقودیموس شبانه رفته بود سراغ عیسی مسیح و ازش پرسیده بودش در مورد اینکه میدونم که با معجزاتی که میکنی حتما خداوند همراه شما هستش، و عیسی مسیح بهش گفته بود آمین آمین به تو میگم، اگه کسی از سر نو مولود نشه ملکوت خدا رو نمیتونه ببینه. عزیزان، اگه ما بخوایم توی خصلت‌های کهنمون بمونیم و اگه بخوایم جا پای دیروزمون بذاریم، زندگی امروزمون و زندگی فردامون تماما چیزیه که تا الان دریافتش کردیم. پس بیایم، امروز روز من و توه، دیروز که گذشت، فردا نیومده و نمیدونیم هستیم یا نیستیم. امروز روز من و توه که تصمیم بگیریم که قلبمون رو باز کنیم تا خداوند جلال رو توی قلبمون جا بدیم. بیایم بگیم خداوندا، تو رو با تمام وجود میپذیرم، میدونم اشتباه کارم، میدونم گناه کارم، ولی میخوام تو منو ببخشی، میخوام تو سلطان قلب من باشی، میخوام در تمامی لحظات کنارم باشی، میخوام منو از روح قدوس خودت پر کنی. عزیزان دلم، به آخر برنامه رسیدم و از خداوند میخوام به فراوانی قطره‌های باران برکت به زندگی هاتون بده، شادی به قلبتون، لبخند به لباتون و آرامش توی خونه هاتون باشه. شماها رو به دست خداوند قادر متعال میسپارم، چون ایمان دارم تنها اوست که میتونه و قادر هست در هر برهه‌ای از زندگی که هستی، در هر وضعیتی که هستی، شما رو پیروز کنه، چون فقط و فقط خداونده که قادر هست، نه من نه شما قدرتش رو نداریم، اون هست که به ما قوتش رو میده تا بتونیم محکم بیستیم. شما رو به دست‌های مهربون خداوند میسپارم. فیض خداوند که مسکینان را کن.
عشق